موشکاف. سلام به همه دوستان. آقا چند روز پیش یکی از این نماینده های کوس نشان استبل ولایت سوالی مطرح کرد که جون میده واسه موشکافی. گوش کنی لطفا. خانم اشتون با دو نفر دزدانه دیدار کرد، چه هیاهوهایی که برا افتاد. آیا این هیاهوها که در رسانه ها به شکل گسترده مطرح شد به نفع نظام مقتدر ماست؟ آیا ما از رد و بدل شدن سخن میان اینان باید این همه واهمه بکنیم؟ به این میگن سوال تبسنج. یعنی از روی همین سوال میشه سوزش اندرونی ولایت و فلزت زهری که کوفت کرده رو فهمید. آقا جون چه خبره توی نظام لکنتی؟ بابا چه اقتدار پشمکیه این که با یه گزارش و یه ملاقات مثل ماس با رفته. جواب پیش موشکافه. منتها اول بذارید چند فقره عربده کشی تو استبل ولایت رو هم با هم بشنوید تا بعد خدمتتون عرض کنم. از شر آمریکا و اروپا در همه عرصه‌ها و به ویژه زمینه مذاکرات و نرمش دستگاه دیپلماسی که قهرمانان بودنش ثابت نشده به خدا پناه میبریم. هوشیار باشند که میخواهند ما را در جبهه‌های مختلف هسته‌ای حقوق بشر و غیره مشغول کنند. قهرمانان بودن نرمش سیدعلی ثابت نشده، اما الحق و بلانصاف ذلیلانه بودنش خوب ثابت شده. اما درد اصلی همون بود که آخرش گفت. بله اسمش حقوق بشره، همون که این روزا بالا تا پایین نظامو به هاپ هاپ انداخته. میگن شیخ فری فلان فلان شده، جام اولو دادی دست عظما، حالا دیگه قد ولکنمون نیست، هی باید بخوریم. دستگاه دیپلماسی کشور بایستی در قبال تحقیر اقتدار ایران اسلامی و فعل خطای خود پاسخگو بوده و پاسخ قاطعی را به جسارت اشتون و بانکیمون داده و اجازه میدانداری در عرصه دیپلماتیک را به زیاده خواهان غربی ندهد. یه منگل دیگه هم از جمع همین جماعت ترسون و لرزون فیلش یاد هندوستون کرده و یاد دیپلماسی امام هندیش افتاده. و اما سوال جدیتر این است که مدل سیاست خارجی این دولت از چه الگویی تبعیت می کند؟ در ذهن چند نمونه از ویژگی های این الگو را عرض می کنم. قضاوت با شما. 1. کمک گرفتن از طرف خارجی برای بالا بردن قدرت شانه‌زنی در داخل. اگر این فرض درست باشد که اطلاعات همه در تایید این فرض است، آیا این مبنای دیپلماسی خمینی کبیر بود؟ بگی منو. هر وقت گفتن تنی تو یکی سرتو بذار و بمیر. مبنای دیپلماسی خمینی کبیرتونم دیدی، یا گوادلوپ بود یا الجزایر بود یا کلت و کیج بود. جای این قیقاش رفتن ها، یکی تون بگه آخه چرا یه تلنگر حقوق بشر اینجوری فک از مرابیزو میکنه؟ کی میخواد بگه؟ اوه 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 امو جغد شاخدار بنار ببینیم. مجاهدین منبع اطلاعاتی احمد شهید هستن. قبض رو نشی نفله، آخرش بالا آوردی ها. نکته جالب این است که پازل حقوق بشری آمریکا و غرب با تلاش‌های حمایتی جدید از مجاهدین کامل می‌شود. رفقا شما رو نمی‌دونم، اما بنده موشکاف جواب سوالمو گرفتم. حالا هم قدر اقتدار ولایت معلوم شد، هم هیبت دشمناش. ای خاک تو گورت علی بافوری، این همه سال زور زدی بگی اپوزیسیونی در کار نیست و همه چی امن و امانه، اما دم آخری بند و آب دادی و راه به راه داری به همه آدرس میدی. البته چاره ای هم نداری، بلایی که این اپوزیسیون سر تو و ولایتت اوورده دیگه راهی واسه نذاشتن که. پس بترس، هم بترس
هم دل است. قدرت توی یا من، شوکت توی یا من، سیده رو به حشمت بسپا، چلوندنش با من. از ما چپم به تو کمم بای خوردی ترم، تو مکتر زوز و کلک شاگ توی نوستا امام، اون گور به گوری نفته شد تو هم میری دام 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 دام. Oh.